بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان سلام عزیزان بیننده چه شمایی که از طریق شبکه ماهواره نور دارید من رو میبینید چه دوستانی که از طریق اینستاگرام شبکه جهانی نور فیسبوک و یوتیوب دارن بنده رو مشاهده میکنند ما معمولا سعی میکنیم توی برنامه دیالوگ دیالوگ شکل بدیم و از این استفاده کنیم از این دیالوگ یک مفهوم عقیدتی رو یا یک مشکل عقیدتی توی جامعهمون رو اصلاح بکنیم یا بهش بپردازیم توی این هفته که پیش رومون بود یک اتفاق جالب نیمه فوتبالی و نیمه عقیدتی افتاد یعنی یه بخشش فوتبالی بود و یه بخشش عقیدتی بود که میخوایم از این در وارد بشیم یه موضوع خیلی مهم رو بکشیم و در موردش صحبت کنیم ما توهین به اهل سنت رو زیاد توی شبکه های تلویزیونی پای ممبرها، توی کلیپ ها توی شبکه های ماهواره که از طریق خمس مردم ایران اهل تشیعشون گردونده میشه زیاد دیدیم یعنی ما برنامه های بسیار زیادی رفتیم در مورد این ماجرا اما موضوع امروز برنامه ما توهین به اهل سنت نیست گرچه کلیپی که میخوام الان پخش کنم به توهین اهل سنت داره اما موضوع امروز برنامه ما این هست که آخوندهای حوزه چگونه مخالفینشان را از سر راه حذف میکنند آخوندهای حوزه چگونه مخالفینشان را از سر راه حذف میکنند این موضوع برنامه امروز ما هست که زیرنویس هم خواهد شد اما قبلش این کلیپ رو لطفا با هم ببینیم. ها همیشه کانال 13 سلام با یک ویدیو دیگه در خدمت شما هست روز گذشته ویدیویی در فضای مجازی منتشر شد که در اون سخنرانی به ووریا قفوری کاپیتان استقلال به خاطر سنی بودنش توهین میکنه. عمر اسلام رو به روم نبرد همون مسیحی روم میشه ایتالیایی فعیلی دیگه همون روبرتو باجو و اینا همینجوری مسیحی مردند خدا بهشون رحم چند الله بسان کی او سیاهه؟ نه این؟ نه سیاهی که کامیتان تیم ملی ایتالیا بود این باجو و پالو ماردینی و پالو روسی و چه میدونن فرانچسکو توتی و اینا خیلی ای خدا دوستشون داشت آقا میمردند باشگاه استقلال هم در این باره قصد را از این شخص شکایت کنه باشگاه استقلال در ای اعلام کرد که متاسفانه دیروز تصاویری از سخنان یک شخص در فضای مجازی منتشر شد که طی آن مشارون علی به آقای ووریا غفوری کاپیتان و بازیکن تیم فوتبال استقلال ایران توهین نموده است باشگاه استقلال ایران ضمن محکوم کردن این گونه سخنان و رفتار تفرقه افکنانه که در تضاد کامل با رهنمودهای مقام معظم رهبری و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد در اسرع وقت اقدام به تنظیم شکوایی و ثبت شکایت کیفری در مراجع ساله غذایی می نماید و این را وظیفه ذاتی خود در دفاع از کرامت مذاهب و اقوام ایران اسلامی میداند. مرسی از اینکه تا این لحظه همراهمون بودید. تا این بخشش رو دیدیم اما موضوع ما توهین به اهل سنت نیست اینکه یک نفر بیاد به اوریا قفوری توهین کنه موضوع برنامه امروز ما نیست موضوع ما چیه اینه که وقتی در دنیا یک عده از نظر عقیدتی میخوان یک گروه رو یک عده رو یا یک فرد رو از پیش رو بردارند چه کاری انجام میدن توی ایران ما چه اتفاقی میافته و چه کاری انجام میدن ما این مذهب مذهب حوزه که داره حکومت میکنه بر ما با سیاست کشور ما گره خورده یعنی هیچ کاریش هم نمیتونیم بکنیم همینه که هست یعنی تا الان میتونیم تلاش بکنیم ما به عنوان رسانه که آگاهی سازی بکنیم که ببینیم این اتفاق داره میفته در میون جامعه در میون حاکمان ما این اتفاق داره میافته که حکومت به وسیله عقیده حوزه به وسیله باورهای حوزه گندکاری ها رو توجیه میکنه و اینگونه به عنوان سیاست به خورد ما میده و خیالش هم راحت هست یه مثال براتون میزنم یک نمونه دیگه از شبکه پنج سیما که در مورد توهین به اهل سنت هست این رو هم ببینیم بهتون میگم که چی میخوام بگم نه توهین به اهل سنت اصلا توهین به اهل سنت موضوع ما نیست چی موضوع ما اینه که چطوری آخوندهای حوزه از این توهین استفاده میکنند برای حذف مخالفین خودشون ببینیم اینو خواهش میکنم عشق امام حسن همه رو دوزانه عدب بشینن دست گدای بیاد بلا دست راست دست غیرتی عبد فضل دست چپ صورت اون ملائین من العذر علال عبد اولی و دومی و سفومی و اون نانجیبه حرامزاده هر کجا نشست شادی دل شادی دل بابای بزرگوار این آقا حضرت صد الله القالب علی ابن عبی طالب و مادر بزرگوار این آقا خانم جانمون حضرت سقیقه تا سلام چه اتفاقی افتاده؟ یک عده توی شبکه های رسمی جمهوری اسلامی یا پای منبر هایی که بالاخره مجوز دارن میان توهین میکنن به یه گروه به اسم اهل سنت این گروه سی درصد از مردم کشور ایران رو تشکیل میدن و از نظر اعتقادی مخالف حاکمیت بر کشور هستن اما چگونه این چگونه از این راه توهین کردن این افراد رو مخالفین خودشون رو حذف میکنند ببینیم اینجا رو صفحه لپتاپ بنده رو ببینیم تا من این پایه نور رو هم درستی میکنم این اصول کافی هست و شما دارید یکی از معتبرترین کتب حوزه رو مشاهده میکنی یعنی کتبی نیست که من بخوام در موردش صحبت بکنم یا بحث من باشه یا حرف من باشه یا اینکه بگیم صحیح و ضعیف و نم... نه یکی از معتبرترین کتاب ها صافیه... کافی کلینی جلد دو صفحه 375 دروغ بستند به رسول الله علیه السلام و سلام و اینجا عقیدهشون رو ازش میگیرند از این دروغ اگر اهل ریب و بدعت رو شک و بدعت رو دیدید بعد از من دروغ مثلا که پیامبر این رو گفته ولی عزو بالله پس از اونها آشکارا براعت بجوید و زیاد روی بکنید در توهین کردن به این افراد و حرف زدن بر علیهشون پشتشون حرف زدن و و بدگویی کردن و باهتوهم هم و به اونها بهتان بزنید تا اینکه به قول اینجا نتونن فساد ایجاد بکنن و اونها رو از صفحه روزگار حذفشون بکنید از ابتدای جمهوری اسلامی از زمانی که آیت الله خمینی پاش رو از فرانسه به فرودگاه مهرآباد گذاشت از اون تاریخ شروع شد این بهتان زدن ها این توهین کردن ها و حذف مخالفین از این راه این فقط گریبان اهل سنت رو نگرفت حتی بسیاری از بهایی ها هم اینطوری هست شدن بسیاری از کلیمی ها هم اینطوری هست شدن اما تفاوت اهل سنت توی این قضیه با بهایی ها و با کلیمی ها و با بقیه ادیان این است که اونها خیلی درصد پایینی از جمعیت رو دارند از نظر نسبت توی کشور نه کلیمی ها نه بهایی ها به یک درصد هیچ کدومشون نمیرسن نه حتی مسیحیانی که در کشور ما زندگی میکنن هیچ کدومشون به یک درصد هم نمیرسن اهل سنت سی درصد از جمعیت ایران رو از آن خودش کرده و سی و تعدادشون هم طبق آماری که بهتون نشون دادم رو به افزایش هست هفته های قبل بهتون نشون دادم رو به افزایش هست پس خطر حس میشه پس اگر بالای منبرها اگر از طریق صدا سیما اینها از بهشون توهین نشه بهشون فحش داده نشه به اونها به عنوان کسانی که اهل ریب و بدعت هستند بهتان زده نشه جلوی رشد اونها گرفته نشه برای حکومت امام زمانی خطرناک هستن من میتونم به اندازه دقایق این برنامه افرادی رو مثال بزنم از اهل سنت که به همین شکل از میون برداشته شدن اعدام شدن یا ترور شدن اکثر این, اکثر این افراد اعدام شدن یکی از معروف ترین کسانی که از همین طریق از طریق بهتان زدن از پیش رو برداشته شده این شخص هست شهید دکتر علی مزفریان دکتر علی مزفریان جراح قلب شیرازی که بعد از اینکه متوجه میشه عقیده پدرانش بر خطا بوده دین خودش رو از قرآن و سنت میگیره سفری داشته به شهر ما بندر لنگه و در اونجا آشنایی پیدا میکنه بیشتر با اهل سنت بعد از اینکه قصد تغییر رو داشته و اعلام میکنه که سنی شده اولین مسجد اهل سنت رو مسجد حسنین در شهر شیراز رو ایشون با در یک زمین استیجاری که بعدا خریداری میشه توسط خود ایشون و هیئت امنا بنا میکنه اولین سنگ بنای مسجد در شیراز رو ایشون بنا میکنه و یک دکتر بسیار پاک که در میون جامعه پزشکی شیراز هم بسیار شناخته شده بوده به پاکی خودشون اینگونه تبدیل میشه به یک خطر حالا چطوری جلوی این خطر باید گرفته بشه اولین اونها عمل کردن به حدیثی هست که کلینی در اصول کافی خودش روایت کرده دروغ بسته به رسول الله علیه و سلام و باه تو هم و بهشون بهتان بزنید وزارت اطلاعات به صورت هماهنگ با صدا سیمای مرکز استان فارس شروع میکنند به درست کردن کلیپ هایی بر علیه ایشون و بر علیه مسجدی که در دست ایشون بوده تهمت ها اونقدر سنگین میشه که به مسائل جنسی کشیده میشه حتی پس از اون از پزشکان بیمارستان های شیراز دعوت میشه از طریق وزارت اطلاعات که بیان توی یک جمعی که ویدیویی که صدا سیما درست کرده بر علیه ایشون برای اولین بار برای اونها پخش بشه توی اون سالن بسیاری از یعنی در واقع پزشکانی که اونجا بودن تحمل نمیکنن اعتراض میکنن و جلسه به هم میخوره چون که تهمت بوده به یک شخص پاک که بقیه همه میشناختنش و همچنان داشته لله برای الله در شهر شیراز فعالیت میکرده و خیلی ها رو هم جذب میکرده و عقیده قرآن و سنت این توهین ها و این بهتان ها گرچه نمیتونه سمعه دکتر مزفریان رو در شهر شیراز و میان اهل سنت و میان اهل تشیع و میان مردم شیراز و کسانی که ایشون رو میشناختن خراب بکنه اما میتونه براش پرونده سازی بکنه با همین ها برای ایشون پرونده سازی میکنند پرونده،, پرونده سیاسی و ایشون رو با اعدام از صفحه روزگار از دنیای فانی منتقلش میکنند انشا الله به بهشت باقی این کار ابتدا توسط چه کسی اتفاق میفته توسط کی انجام میشه توسط وزارت اطلاعات نه الزامن توسط صدا سیما نه الزامن در ابتدا توسط آخوندهای روی منبر اتفاق میافته میدونستید؟ میدونستید هر بار که بخوان کسی رو از میون بردارن هر بار که بخوان به گروهی فشار بیارند یک نفر از همین آخوندها رو میفرستن بالای منبر که بد اون گروه رو بگه که به یک نفر چند نفر از اون افراد توهین بکنه و بعد وزارت اطلاعات وارد میشه در یک نمایش هماهنگ و بعد صدا و سیما وارد میشه و تمام اینها سبب میشه که برای یک نفر پرونده سازی بشه و در کنار اونها هم یه عده بلند میشن به اسم وحدتیون میگن که وای چه کار بدی کردن توهین کردن چه کار بدی کردن که به اهل سنت توهین کردن ما نباید به اهل سنت توهین بکنیم برادران ما که نه جان ما هستند کسی نگوید برادران ما اینها جان ما هستند و از اون طرف یه اهل سنت رو از پیش رو بر میدارن یا اینکه فشاری میارن می به اهل سنت که باعث میشه باز یک بگیر بازاری بشه ما دقیقا همین حادثه رو در دقیقا همین وضعیت رو در سنندج داشتیم در سنندج به, به چند نفر از آخوندهای حوزوی قبل از اینکه قبل از سفر آقای خامنه ای به استان کردستان چند نفر از این آخوندها همین, همین افراد همین افراد به قول اینجا ریشو روی منبرها شروع کردند به اختلاف افکنی و بعد آقای خامنه سفری داشت و گفت اینجا نباید اختلاف بیفته اهل سنت جان ما هستند کسی نگوید اهل سنت برادران ما هستند و از این تقیه بازی ها را انجام داد اما بعد که برگشت دیویست نفر از اهل سنت کردستان دستگیر شدند و دیویست نفر اعدام شدند یعنی یه پاکسازی اتفاق افتاد از کجا شروع شد؟ از همینجا از بالای منبرها دست این آقا رو هم میگیرن میگن چرا به جان ما توهین کردی چرا به اهل سنت توهین کردی برو فعلا در از هان در انظار عمومی ظاهر نشو بعد از یه مدت میبینیم که اون طرف رئیس یه جای دیگه در اومده نمیدونم توی ستاد خبری یا کاری شده یا اینکه توی اطلاعات یه کاری شده یا اینکه توی سازمان تبلیغات یه کاری شده ولی کار خودشون رو انجام میدن یک سیستم هماهنگ که ابتدا از عقیده بهتان زدن توهین کردن فوش دادن بدگویی کردن به مخالفین که در اصول کافی هست سرچشمه میگیره ادامه پیدا میکنه بالای منبرها این کار به عمل اتفاق میفته فحش میدن توهین میکنن ببینید چقدر وحشیانه لعن میکنن به یک شخص به یک بازیکن بازی بازیکن فوتبال یعنی ما حتی یادمون نمیاد وریا قفوری در مورد موارد مرتبط با موارد اجتماعی یا موارد اقتصادی مردم مشکلات معیشتی مردم ما زیاد داریم که صحبت کردن حداقل ولی من یادم نمیاد در با اینکه اهل سنت پایبندی هستن اما من یادم نمیاد در مورد مسائل بین شیعه حتی اظهار نظر کرده باشن یا چیزی گفته باشن چرا اسم وریا غفوری میاد به خاطری که میخواد معروف بشه این قضیه به خاطری که میخواد اسمش اگر اسم وریا غفوری رو نمیواد باشگاه استقلالم شکایتی تنظیم نمیکرد اتفاقی هم نمیافتاد یه نفر به تو این کرد مثل بقیه ولی ببینید چقدر چرا به نظرشون چرا اینجا وریا غفوری چه اتفاقی براش افتاده ببینید اینجا رو. ببینید یه بار دیگه ببینید مر اسلام رو به روم نبرد همون مسیحی روم میشه ایتالیای فعیلی دیگه همون روبرتو و باجو و اینا همینجوری مسیحی مردند خدا بهشون رحم کردن الله مثلا کیه او سیاهه؟ نه این او... نه این سیاهی که کابیتان تیم ملی ایتالیا بود این باجو و پالو مالدینی و پالو روسی و چه میدونن فرانچسکو توتی و اینا خیلی خدا دوستشون داشتن آقا خیلی بود از و الا میشدن مثل این بوری های قفوری و مری میمردند بوری قفوری لعنت الله بابا مگه شما چی از عقیده ایشون دیدید این یک گامه یک گامه و پشتش گام های بعدی میاد قطعا ما اهل تسنن و برادران اهل تشیع همونطور که قبل از انقلاب با هم دوستانه زندگی می کردیم با توجه به اختلافات عقیدتی بدون اینکه علکی ادای وحدت در بیاریم نماز نفاق بخونیم که نمیدونم تو کنار من وایس صبح با هم نماز بخونیم پشت سر هم گوشت هم رو بخوریم بدون این نفاق بازی ها ما با هم زندگی می کردیم ما مشکلی نداشتیم قبل از انقلاب شما قبل از انقلاب یک نفر از علمای اهل سنت رو بیارید که ترور شده باشه یا اعدام شده باشه به خاطر عقیدش امثال شیخ زیایی ها امثال عبدالملک ملازاده امثال کاک احمد مفتیزاده یک نفر رو بیارید محض رضای خدا امثال کاک ناصر صبحانی امثال شهید توحیدی امثال شهید دامنی یک نفر رو بیارید محض رضای خدا من تو صبح میتونم اسم علمای اهل سنتی که بعد از انقلاب توسط حکومت به شهادت رسیدن یکی یکی ذکر کنم که بسیاری از اونها مثل کاکناسر صبحانی اعدام شدن یعنی براشون پرونده تشکیل داده شده همینطوری همین افراد رفتن بالای منبرها بعد اینها رو گفتن و بعد قوه قضایی وارد شده یا وزارت اطلاعات یا اطلاعات سپاه وارد شده اینا رو گرفتن و بعد براشون یه پرونده قطور درست کردن هزاران انگ بهشون چسبوندن به خاطر حدیث واه عمل کردن به حدیث دروغین و اصول کافی و بهتان بستن و اعدامشون کردن ما کجا قبل از انقلاب این قضایی رو داشتیم؟ کجا بود قبل از انقلاب که ما کسی به ما بگی آقا شما برو مثلا این سنی دشمن تو بدتر از مسیحیه لعنت الله علیه و شما میتونید این برید این رو بگیرید بکشید یا هر برای سرش در ما از اول انقلاب تا الان نزدیک ده الان دیگه دارم به راحتی میتونم بگم نزدیک به صد مسجد پلومب یا با خاک یکسان شده مسجد اهل سنت نماز میخوندن مردم آخرین اونها هم تو استان خراسان بود همین چند هفته قبل هر از چند هفته ای میبینیم یک مسجد اسمش میاد که مسجد فلانی رو بستن مسجد فلانی رو خراب کردن یک مسجد بیارید قبل از انقلاب قبل از سال 57 بگید یک مسجد از اهل سنت که خودشون ساختن نماز میخوندن توش این مسجد پلم شده این مسجد رو بستن این مدرسه دینی رو اجازه کار بهش ندادن یک مورد نیست نبوده و ما از حق نگذاریم روشن فکران و انسانهای درست سابی رو در میون اهل تشیع میبینیم که میستن جلوی این حرف ها میستن جلوی این افراد واکنش نشون میدن اما چه اتفاقی میفته؟ اینها به خاطر قلب پاکشون هست که این کار میکنن اما حکومت کار خودش رو انجام میده حکومت گام به گام از این طریق افراد رو حذف میکنه حکومت گام به گام از این راه فشار میاره به یک گروه این حرف رو تاریخ ثابت میکنه تاریخ چهل ساله این حکومت ثابت میکنه که هرگاه افرادی این چنینی بالای منبر یا بر روی اسکرین های شبکه های صدا و سیما توهین کردن به یک قوم به یک مذهب بعد از اون فشارها بر اون مذهب یا معتقدان بر اون مذهب یا افرادی از اون مذهب فشارها زیاد شده از طرف وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه و بعد بگیر بگیر اتفاق افتاده و بعد یه عده این وسط اعدام شدن یا ترور شدن یا یک سری از امکانات رو از اونها گرفتن و از حق نگذریم فقط هم اهل سنت نیستن بهایی ها هم همچون, اعتقاد، همچون وضعیتی رو دارن در ایران بهایی ها هم هر از چندگاهی یک جمعیتی به وجود میاد در جمهوری اسلامی که فشارها دروغهایی بر پشت سر اینها گفته میشه و بعد حمله میشه بهشون و عده زیادی مثلا حق تحصیل ازشون گرفته میشه حق زندگی کردن به صورت معمولی حق کار ازشون گرفته میشه اخراج میشن ما همین چند وقت قبل داشتیم ببینید من چرا دارم میگم بهایی ها قطعا از نظر اعتقادی یک اعتقاد کاملا انحرافی هستن عقاید به شدت مغایر با عقل در اونها وجود داره ولی حق زندگی دارن ولی کسی حق نداره بهشون بهتان بزنه کسی حق نداره بهشون توهین بکنه به عنوان یک مسلمان این رو عرض میکنم ما در اسلام دقیقا مخالف این آیه داریم دقیقا مخالف این آیه یعنی دو تا من یک این حدیث رو از اصول کافی بذاریم ج... کنار این آیه و ببینیم چطوری مخالفت خودش رو نشون میده ببینیم این الان این آیه رو ببینیم با هم 108 سوره انعام خداوند متعال میفرمایند و کسانی که ولا تسب الذین یدعون من دون الله و کسانی که به غیر الله میخوانند رد بهشون دشنام ندید به دلیل اینکه اونها هم در مقابل دشنام دشنام میدن به الله بدون علم ما حتی اجازه نداریم که به کسانی که به غیر الله میخوانند به مشرکین دشنام بدیم یعنی ما حق نداریم به یک مشرک بگیم مثلا فحش بدیم به بت لات به بت هبل به بت عزا حق نداریم کسی که داره میره پیش, پیش امامزاده قرقلی برای اینکه حاجتش رو روا کنه به امامزاده قرقلی فوش بدیم این عقیده اسلامه حق نداریم بهش بهتان ببندیم حق نداریم بهش توهین کنیم در مقابل چی داریم؟ در مقابل در اصول کافی چی داریم؟ این هست که دروغ بسته کلینی که رسول الله علیه سرات و به رسول الله دروغ بسته که اهل ریب و بدعت نه اهل شرک خدا میگه به اهل شرک هم حق ندارید فوش بدید ولات سب سب یعنی فوش دادن کسانی که من دون الله میخونند مشرکین کلینی چی میگه؟ میگه اهل اهل ریب و بدعت شک و بدعت ها رو بعد از من دیدید علاوه بر این که براعت رو ازشون اظهار کنید و عکس من سبهم در فوش دادنشون زیاده روی کنید در فوش دادن به اونها زیاده روی کنید و القول و فیهم و حرف زدن پشت سرشون بر علیهشون حرف بزنید دروغ ببندید و الوقیعه و بدگویی کنید اگر میبینید اینا اسم وریا غفور رو میارن پشت سرش یه عده میگن لعنت لا لا الله علیه به خاطر چی به خاطر اینکه این عقیدهشون رو از این احادیث گرفتن عقیدهشون رو از کافی گرفتن عقیدهشون رو از کلینی گرفتن از دروغ های کلینی عقیده گرفتن نه از قرآن که میگه والا تسبو از عقیده و اکثر و من سبهم سب عقیدهشون رو گرفتن از کتاب و اکثر و من سبهم سب عقیدهشون رو گرفتن نه از کتاب والات از کتاب فوش ندید عقیده نگرفتن از کتاب بسیار فوش بدید عقیدهشون رو گرفتن از کتاب پشت سرشون حرف بزنید گرفتن از کتاب بدگویی کنید وقیعه یعنی بدگویی کردن از کتاب و باه تو هم عقیدهشون رو گرفتن بهشون بهتان بزنید ما بارها شما دیدید ما هم دیدیم سخنرانی های آیت الله خمینی رو که میگه آقا کسی که ضد نظامه بر علیه نظامه آخوندی که بده از قول ایشون آخوند تازه میگه حرف بزنید که از چشم مردم بیفته یعنی چی؟ یعنی بهتان بزنید بهش شوخی نداریم که مرجع تقلید هم هست یه ده از اینا مقلد اینها هستن کسانی که الان بر حا... حاکم هستن هم. شما آخوندی که منحرف باشه رو بدتر میدونن اینها یا یک پزشک متخصص قلبی که عقیده حوزه رو گذاشته کنار و پیرو و قرآن و سنت شده کدوم رو اینا بدتر میدونن معلومه که بهش بهتان میزنن معلومه که برای اینکه بخوان از چشم مردم بندازنش بهش بهتان میزنن به بدترین شکل ممکن این کار رو انجام میدن عقیدهشون این هست دینشون این هست مثل آب خوردن بهتان میزنن برای اینکه باید جلوشون رو بگیرن کاری نمیتونن بکنن برید در مورد لقب وهابی سرچ کنید ببینید وهابی از کجا اومده ببینید عقیده وهابی چی هست کتاب های خود آخوندها رو در این مورد بخونید متوجه میشید که در این کره خاکی شخصی به اسم وهابی اصلا وجود نداره یعنی هیچ کسی نیست یک لولو خورخوره ساختن به اسم وهابی هر کسی یه جا منفجر میشه هر کس کار بدی میکنه هر کی دزدی میکنه هر کی قتلی میکنه هر کی کار ناشایستی میکنه میگم ببین این وهابیه بترس از اینکه این, این وهابی بشی بترس از اینکه مثل لولو خورخوره بشی بعد چه اتفاقی میفته مخالفین خودش رو هم که مسلمون هستن پیرو قران و سنتن به اون وهابی یک انگ میزنن. یک اسم درست کردن بدی ها رو چسبوندن به این اسم این اسم رو میچسبوننش به هر هر شخص دیگه که میخواد باشه و میشه یک مهره آماده برای حذف یک مهره آماده برای بهتان زدن فرقی هم نمیکنه از نظر عقیدتی بهتون میگم از نظر فقهی بهتون میگم طالبان هنفی مذهب هستن بیشترشون هم صوفی مسلک هستن این طالبان حال حاضر و طالبانی که همون 20 سال قبل بود بهشون گفته میشه وهابی داعش هم خوارج بودن یا هستن شون حداقل عقیده عقیده خوارج هست همونجور که عق... تمام مجامع فقهی اهل سنت در موردشون صحبت کردن بر علیهشون صحبت کردن هر دوی اینها یعنی صوفی مسلک ها این سر ماجرا هستند اگه شما نمیخوام موضوع تخصصی نمیخوام بازش کنم ولی صوفی مسلک ها این سر ماجرا هستن خوارج اون سر ماجرا هستن یعنی دو تا عقیده بسیار متفاوت هستن هر دو دستشون رو میبندن تو نماز به هر دوشون گفته میشه وهابی چرا چون هر دوشون کارای بد کردن چون هر دوشون مدیا بر علیهشون بسیار کلیپ درست کرده حالا همین کلمه وهابی رو میچسبونن به هر کسی که میخوان و حذفش میکنن اون وقتی که بالای منبر میرن چی میگن میگن اهل سنت جان ما هستند اهل سنت نگویید برادران ما بگویید جان ما هستند نماز بخونیم با اهل سنت و اهل سنت رو جلو ببریم امام وایسن کنفرانس بذاریم و یک هفته رو فقط به اسم هفته وحدت نامگذاری کنیم تش چی میشه؟ تش اینقدر از اهل سنت رو به اسم وهابی کشتن؟ یه اسم میزنن روش تیم. سرشو میزن و این چهل سال داره ادامه پیدا میکنه و این نه فقط برای اهل سنت تا اینجاش گرفتید برای اهل سنت من اول از خودمون شروع کردم بیریم سراغ غیر اهل سنت کسی که توی ایران اعتراض داشته باشه بهش میگن چی؟ بهش میگن اقتشاشگر حرف معروف روح الله زم شما بهشون میگید اعت... شما میگید اقتشاشات ما میگیم اعتراضات چه تفاوتی داره بین اقتشاشگر و معترض؟ معترض رو اگر بکشی که خیلی بده رسانه پشت سر شما حرف میزنه مدیا وجود داره و مدیا قویه مدیای بین المللی بر شما فشار میاره ولی اسمشو که بذارید اقتشاشگر یعنی کسیه که داره میاد اقتشاشات رو انجام میده یعنی چی؟ یعنی میزنه آتیش میزنه میکشه خراب میکنه اموال عمومی رو میدزده این میشه اقتشاشگر اسمشو میذارن اقتشاشگر بهش بختان میزنن و بعد میگیرن و پدرشو در میارن از کجا آمده این عقیده؟ از اصول کافی از اصول کافی اونجایی که کلینی دروغ بسته که رسول الله علیه و گفته به اهل ریب و بدعت اولا فحش بدید بیشتر بعدش اعلام براعت بکنید بعدش پشت سرشون حرف بزنید بعدش بدگوییشون رو بکنید و با و با هم و بهشون بهتان بزنید همین اتفاق میفته برای اینکه بخوان مخالفین رو در آبان ماه مثلا برای اینکه میخواستن مخالفین رو در آبان ماه از میون بردارن که عده که اومدن دارن میگن آقا چرا سه برابر کردی قیمت بنزین رو نمیتونیم بگوشیمشون بگیم اینا معترضان به گران شد، گرانی هستن و چون که احتمال داره برای حکومت و چون که احتمال داره حرکتشون به نابودی حکومت بیانجامه چیکار میکنیم؟ حذفشون میکنیم این که احتمال این که چه کار انجام میدن برمیگردن به اصول کافی بهشون بهتان میبندیم یه عده رو میاریم میگن آقا اینها مثلا مجاهدین خرق هستن منافقین هستن اینا کسانی هستن که اومدن اختشاشات ایجاد بکنن خب مجاهدین خرق هم باید باشون جنگید کمونیست ها باید باشون جنگید کمونیست ها دشمنان ما هستن کمونیست ها میخوان این کار کنن اختشاشات ایجاد بکنن و یه عده عمومی رو هم خود نیروهای پلیس خراب میکنن میندازن گردن اینها و اینطوری بهتان میبندن ما با یک عقیده مواجهیم برادران عزیز با یک عقیده مواجه هستیم با یک عقیده ای که فکر میکنن درسته یعنی اون کسانی که دارن اجاش میکنن حاکمیت فکر میکنه درسته چون توی کتابی نوشته شده که بهش میگن کتاب مقدس قبل از جملاتش هم قال المعصوم گذاشته یعنی حالا یکیشون چسبونده به امام صادق یکیشون رو چسبنده به امام باقر یکیشون هم بس چسبنده به رسول الله علیه سلطه و سلام و اینگونه برای اینا شده مقدس ما اگر این عقیده رو بشناسیم اگر بفهمیم که حوزه چگونه با مخالفینش برخورد میکنه اگر بفهمیم که حوزه چگونه مخالفینش رو از پیش رو برمیداره اون وقتی که ما به عنوان انسانهای دانا از راه و روش این قوم خطرناک میتونیم در مقابلشون بیستیم ولی تا وقتی نشناسیم و این رو همی... این رو فقط از طریق دیندارها میتونیم بهش برسیم یعنی حتی اپوزیسیون جمهوری اسلامی هم از طریق دیندارها میتونن این رو بشون خودشون سخت دارن ببینن توی کتاب های این آخوندها صد... کتاب های صدها جلدیشون دروغ کنتور نمیندازه دیگه صدها جلد نوشتن به هارال انوار مثلا چند جلده چه دروغ های وجود داره و چگونه اینها از اینها استفاده میکنن ولی وقتی از کسانی که متخصص در امور مذهبی هستن بپرس می اینا چگونه این کار رو انجام میدن شما فکر میکنید این شخص با وریو قفوری پدرکشتگی داره که میاد مثلا اسم وریا قفوری رو میگه نه پدرکشتگی با بوری و قفوری نداره پدرکشتگی داره با همه اهل سنت پدرکشتگی داره با همه کسانی که معتقد هستن سرورم علی رضی الله عنه از جانب خدا امام نیست پدر با همه اینها داره توهین به همه اینها میکنه فوش به همه اینها میده اما در اینجا معموریت داره که اسم وری و غفوری رو بیاره اسم چند نفر دیگر رو از اهل سنت بیاره برای اینکه گام اول برای فشار بر, اهل سنت چیزی که ما اتفاق اتفاقی که ما بارها و بارها توی حتی همین سالهای گذشته دیدیم اعدام های بعدش رو هم دیدیم فشار بر اهل سنت رو هم دیدیم بستن بسیار از مساجد رو هم دیدیم بستن بسیار از مدارس دینی رو هم دیدیم عده دیگه عده هم میان شکایت میکنن همشون که مثل ما خارج از کشور نیستن میان اعتراض میکنن به این صحبت ها همون رو هم گیرن و همون ها رو هم میندازنشون داخل و همون ها رو هم تحت فشار قرار میدن اونها رو هم از صفحه حذفشون میکنن و این تکرار ادامه داره و ادامه داره و ادامه داره و اتفاقی که میفته این هست که به وسیله احادیثی که کلینی به عنوان یکی از اولین کتاب هایی که این فکر رو بنیان نهاده جمع کرده از این کتاب از این احادیث دروغین استفاده میکنن و ما بعد از قرنها فشار میارن ما رو حذف میکنن ما رو اعدام میکنن و ما رو به عنوان مخالفینشون بهمون بهتان میذارن و ما رو از صفحه ما مای مخالفینشون منظورم هست مای مخالفینشون رو از صفحه مخالفت باشون حذف میکنن کاری که چهل سال انجام داده خیلی متشکرم فکر میکنم واتساپ بنده مشکل داره تماسایی که میاد رو من نمیتونم بگیرم اما اشکال نداره وقت هم ندارم امیدوارم که لذت برده باشید از برنامه امروز و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین السلام علیکم و رحمت الله